اسلاید داریم شریان رادیال رو میبینیم. شریان رادیال این شکلی اومده، داره دور میزنه، میره سمت پشت دست. وقتی که شریان رادیال رفتش پشت دست، میاد این شکلی تو ناحیه اسناف باکس قرار میگیره. و اما وقتی که میادش تو این ناحیه قرار میگیره، من اینجا رو اگه نگاه کنم، اینجا متاکارپا هستن، این فضای بین متاکارپا هست. فضای بین متاکارپا من چه چیزی رو داخلش میبینم؟ میبینم اینجا بین استخوانی دورسال رو میبینم و میبینم که بین استخوانی دورسال دو سویه است و بینش یه فضایی هست. این شریانه این شکلی پشت شست هستش، پشت این ناحیه دست قرار گرفته. این شریانه این شکلی میاد، میره از بین این دو سر عضله بین استخوانی دورسال عبور میکنه، داره میادش به سمت جلو. وقتی که این داره میادش به سمت کف دست، میبینم که همینجا تو کف دست در سطحی جلوتر از بین استخوانی دورسال، الان همینجاست که بین استخوانی دورسال ما تو همین لول این داریم، جلوتر از اون من یه عضله ای رو میبینم به نام عضله ادکتور پولیسیس. عضله ادکتور پولیسیس هم یکی از عضلات اینترانسیک دست ماست. و اما شریانه که این شکلی از اون پشت داره حرکت میکنه، میاد از بین دو سر این عضله میگذره. همونجور که میبینیم این عضله هم دو تا سر داره، نگاه کنید، یک سر سطحی داره و یک سر عمقی داره. سر سطحیش به شکل مایل ابلیکه و سر عرضیش رو بهش میگن قسمت ترانسورس پارت این عضله هستش. قسمت ابلیکش رو نگاه میکنم، میبینم اوریجین گرفته از استخوان کپیتیت، قاعده متاکارپ 3 و قاعده متاکارپ 2. این شکلی کشیدمش، دارم میبرمش به سمت شست. وقتی که دارم میبرمش، این سزاموئید ها هستن، این سزاموئید داخلیه، سزاموئید داخلی رو میگیره توی دل خودش و میره وصل میشه به مدیال ساید بند پروگزیمال شست. میرم سراغ قسمت دیپارتش یا قسمت ترانسفرسش. قسمت ترانسفرسش رو هم که میبینم، میبینم اومده چسبیده به استخوان‌های متاکارپ از سطح انتریور روی اونها قرار گرفته و این هم میره به سر ابلیک وصل میشه و وصل میشه به قسمت مدیال ساید بند پروگزیمال شست. کارش هم در واقع میادش ادکت میده، باعث ادکشن شست میشه. اسمش رو خودشه دیگه، ادکتور پولیسیس. یعنی چی؟ یعنی نزدیک کننده شست. و اما بخوام نرو بدم بهش، این عضله رو خیلی دارم عمقی میبینم. وقتی عمقی میبینم، میام اینجا این عصبه رو نگاه میکنم، میگم این شاخه عمقی عصب اولنار هست. نرو این عضله شاخه عمقی عصب اولناره. توی این اسلاید ها من دارم از سطح پالمار به دست نگاه میکنم، جلو دارم بهش نگاه میکنم، این سطح کف دستی، سطح پالمار رو دارم میبینم. و اما توی این سطح وقتی نگاه میکنم، میبینم یه سری چین هایی رو میبینم، به این چین ها میگم کریز. این کریز ها چجوری اصلا تشکیل میشن؟ نگاه کنیم، ما اپیدرم داریم، زیر اپیدرم فاسیای سطحی رو دارم، بعد چی باید داشته باشم؟ دیفاسیا یا فاسیای عمقی رو باید داشته باشم. تو بعضی جاها این فاسیا سطحیه از بین میره و مستقیم اپیدرم میادش به دیفاسیا وصل میشه و در اون جاها هست که ما این کریز ها رو خواهیم داشت. و اما این کریز ها بعضی جاها از لحاظ بالینی تو آناتومی سطحی برای من اهمیت داره. ما از اینها استفاده می کنیم تا بتونیم بریم قسمت های آناتومیک رو طراحی کنیم. یه چند قسمتی رو که ازش استفاده می کنم رو ما میایم اینجا می بینیم با هم. یه چند تا از این کریز ها رو می بینیم. ما کریز هایی رو که تو کف دستمون می بینیم، یک کریز دیستال هست، دیستال پالمار کریز رو دارم میبینم. کریز بعدی پروگزیمال پالمار کریز رو میبینم، کریزی که در ناحیه تنار هست،
تنار کریز و همچنین در ناحیه مچ دست وقتی که نگاه میکنم ما یه تعداد زیادی از این چین ها رو میبینیم. اون چینی که میاد به کف دست وصل میشه، یعنی نزدیکتره به کف دست، اون کریز رو ما بهش میگیم دیستال کریز و ازش برای پیدا کردن مثلا تکمه اسکافوید یا استخوان پیزیفارم استفاده میکنم. میگم استخوان پیزیفارم مدیال ساید دیستال کریز قرار داره. خب طبیعیه من وقتی استخوان پیزیفارم رو پیدا کردم دقیقا میتونم کنارش بیام عصب اولنار رو پیدا کنم، بعد میتونم شریان اولنار و هر آن چیزی که تو این مسیر هست، تو این قسمت ها هست رو برم و پیداش کنم. شاخه شریان اولنار و شاخه رادیال رو میبینم که داره میادش به سمت پایین. ما میخوایم عین همین رو بیاریم و روی این دست پیاده کنیم و شاخه هایی که بعد میره وارد کف دست میشه رو ازش بگیریم. میگم این سمت من شریان اولنار رو دارم و در این قسمت نیاز به یه لندمارک دارم. اول میام لندمارکامو میذارم. لندمارکی که در قسمت مدیال بهش نیاز دارم و دارم میبینم استخوان پیزیفارم هست که در این قسمت میبینمش، این استخوان پیزیفارمه و در این قسمت هم اینجا محدوده عضله پروناتور کوادراتوس هست. شریان اولنار تو مسیرش این مسیر رو میادش پایین و در زیر عضله پروناتور کوادراتوس که میرسه یک شاخه میده. این شاخه رو نام میدم، بهش میگم شاخه پالمار کارپال شریان اولنار هستش. این شاخه‌ای که دارم اینجا میبینم. میرم سراغ ادامه شریان اولنار. شریان اولنار رو ادامه میدم. میدونم که از قسمت خارج استخوان پیزیفور میگذره و میاد تا کجا؟ میاد تا هوک همیت. به هوک همیت که رسید این تبدیل به دو شاخه میشه. یک شاخه شاخه عمقیش هست که میره داخل کانال گویون قرار میگیره، همین شاخه است، و یک شاخش هم ادامه شریان اولنار هست. ادامه شریان اولنار تا قوس کف دستی پروگزیمال میره بالا، تا این قسمت میره بالا و اینجا قوس میزنه و بر میگرده میاد در ناحیه تنار قرار میگیره. این تا اینجا یک کار. و اما برم سمت مقابل شریان رادیال رو بگیرم. شریان رادیال رو که نگاه میکنم میبینم اینجا شریان رادیال هم میاد تا زیر عضله پروناتور کوادراتوس. زیر عضله پروناتور کوادراتوس که میرسه این هم اینجا یک شاخه میده به نام شاخه پالمار کارپال و خودش این طرف دور میزنه و میره پشت دست. وقتی میره پشت دست کجا قرار میگیره؟ قرار میگیره تو ناحیه اسناف باکس قرار میگیره. دوباره برمیگردم و از جلو به شریان رادیال نگاه میکنم. میبینم که همینجا قبل از این که شریان رادیال دور بزنه و بره به سمت پشت ازش اینجا یک شاخه میگیرم. این شاخه شاخه سوپرفیشیال شریان رادیال هستش یا سوپرفیشیال پالمار برانچ بهش میگن. این میره و به شریان اولنار وصل میشه و قوسی رو در دست درست میکنه به نام قوس عروقی سطحی و همینجا قوس عروقی سطحی رو داریم میبینیم. قسمت اعظم شاخه خود شریان اولنار هست و شاخهی که میره بهش وصل میشه و کمکش میکنه در تشکیل این قوس شاخهی هست از شریان رادیال. قوس عروقی سطحی کف دست رو اگه بخوام ببینم باید پالمار آپونوروز کف دست رو ورش دارم و بلا فاصله این قوس عروقی سطحی رو من خواهم دید و همونطور که داریم میبینیم این قوس عروقی سطحی
قرار گرفته روی عضلات فلکسور انگشتان قرار گرفته و ما این رو اینجا داریم میبینیم. حالا دوباره میرم سراغ شریان اولنار. شریان اولنار رو که نگاه میکنم همینجور داره میاد پایین، نرسیده به استخوان پیزیفارم. ازش یک شاخه میگیرم اینجوری، شاخه ها رو میندازم پشت دست، برمیگردم میرم پشت دست، میبینم این شاخه در قسمت پوستریور ساید دست قرار گرفته. این شاخه رو نام میدم، بهش میگم شریان دورسال کارپال. حالا میام اینجا نگاه میکنم، این الان شریان رادیال هست که اومده توی اسناف باکس. همینجا این که شریانه داره دور میزنه و بیاد و بره سر جاش قرار بگیره، از این هم یک شاخه میگیرم به نام شاخه دورسال کارپال. حالا که دارم نگاه میکنم دو تا دورسال کارپال دارم، یکیش مربوط به شریان اولناره و یکیش مربوط به شریان رادیال هست. این دوتا میان به هم وصل میشن و یک آناستوموز عروقی رو در این قسمت برای ما تشکیل میدن. این آناستوموز عروقی رو نام میدم، بهش میگم دورسال کارپال آرک، قوس مچی پشتی که در قسمت پوستریور ساید قرار داره. حالا از این قوسی که در ناحیه پشت دست درست شده شروع میکنم به شاخه گرفتن. میگم شاخه هایی که ازش میگیرم نام میدم، بهش میگم شاخه های دورسال متا کارپال. یکی، دوتا و سه تا شاخه دورسال متا کارپال ازش میگیرم. و اما میام همین قسمت ابتدای کار نگاه میکنم، این الان شریان رادیال هست. میدونم که شریان رادیال باید از این طرف بیاد، از نمای پشت، از بین دو سر اولین عضله بین استخوانی دورسال رد بشه و بعد از اون به این صورت بیاد، از بین دو سر عضله ادکتور رد بشه و از کف دست خارج بشه. ولی قبل از این که این قسمت ها رد بشه و از کف دست در بیاد، من همینجا ازش یک شاخه میگیرم و بعد این قوس رو از این قسمت های شریان میگذره. حالا میام این شریان ها رو نام میدم، میگم اسم همه این شریان ها هست دورسال متاکارپ، ولی این شماره یک ماست، این شماره دوه، این شماره سه، اینم شماره چهار هستش. میگم دورسال متاکارپال یک از شریان رادیال جدا میشه، دورسال متاکارپال دو، سه و چهار از چی جدا میشن؟ از قوس دورسال کارپال جدا میشن. حالا این شریان های دورسال متاکارپی که جدا شده چه اتفاقی براش میفته؟ اینها میان در نزدیکی این چین‌های انگشتی دو شاخه میشن، یک شاخش این شکلی میرن دو طرف انگشتان رو تغذیه میکنن و پخش میشن اینجا. اینها دیگه میشن شاخه های دورسال دیجیتال، شاخه هایی که از پشت دوروبر انگشت دارن حرکت میکنن. این از نمای پوستریور تا به اینجای کار دیدیم. شریان رادیال از سمت پشت و اسناف باکس حرکت میکنه و اینو بر میگردونم این طرف، از کف دست این رو خارجش میکنم. کف دست که خارج میشه میگم اینجا شریان رادیال سر در میاره، میادش بیرون. شریان رادیال وقتی که خارج شد اول این شکلی میاد، یک شاخه میده به سمت شست، اسمش هم همینو میذارم، میگم این شریان شریان مخصوص شسته. وقتی که میاد نزدیک قاعده متاکارپ، قاعده بند پروگزیمال شست که میرسه، این شریان شروع میکنه به تقسیم شدن، دو شاخه میشه و این دو شاخش میره روی سطح پالمار انگشت شست قرار میگیره و اینجا یک شبکه عروقی رو تشکیل میده. به خاطر همین ما هیچ وقت نمیتونیم به وسیله انگشت شستمون نبض بگیریم، چون اینجا ما یک شبکه عروقی داریم. همینجا از شریان
رادیال یک شاخه دیگه هم میگیرم، این شاخه رو این شکلی ردش میکنم، میبرم میندازمش کنار خارجی انگشت ایندکس یا انگشت اشاره. این هم از این. این هم شد شریان مخصوص سبابه. حالا خود شریان رادیال از اینجا سر در آورده، خودش تکلیفش چی میشه؟ خودش این شکلی حرکت میکنه، میاد به سمت داخل و میاد وصل میشه به این شاخه عمقی شریان اولنار و یه قوس دیگه ای رو تو کف دست برای من تشکیل میده به نام قوس عروقی عمقی. قوس عروقی عمقی قسمت اعظم شریان رادیال هست و شاخه کمکی که اومده و بهش وصل شده شاخه عمقی شریان اولناره. برای اینکه قوس عروقی عمقی رو تو کف دست ببینیم باید پالماراپونوروز رو ورش داریم و این طبقه عضلانی رو ورش داریم و بریم به عمق برسیم. وقتی که بیایم روی عضلات بین استخوانی که قرار بگیریم میبینیم که این قوس عروقی عمقی خودش رو نشون میده. قوس عروقی عمقی نسبت به قوس عروقی سطحی پروگزیمال تر قرار گرفته، قوس عروقی سطحی دیستال تر هست. حالا میخوام بیام از اینا دوباره شاخه بگیرم، از همین قوس ها شاخه بگیرم. اول میام از قوس عروقی عمقی نگاه میکنم، میگم از قوس عروقی عمقی 3 شاخه میگیرم که به هر کدوم از این شاخه ها میگم یک شاخه پالمار متاکارپال. پس 3 پالمار متاکارپال من از قوس عروقی عمقی جدا میکنم. حال میام از قوس عروقی سطحی هم شاخه میگیرم، میگم از قوس عروقی سطحی 3 شاخه میگیرم، این 3 شاخه رو نام میدم، بهشون میگم شاخه های پالمار دیجیتال مشترک. پالمار دیجیتال مشترک و شاخه های پالمار کارپال اینها میان به همدیگه وصل میشن، یک جایی اینها به همدیگه میرسن. این جایی که به همدیگه رسیدن اسمشون عوض میشه، اسمش میشه پالمار دیجیتال خاص. حالا پالمار دیجیتال های خاص رو نگاه کن، میره و سطح پالمار انگشتی رو تغذیه میکنه، ازش شاخه هایی جدا میکنم و میندازمش طرفین سطح پالمار انگشتی. و اما میام این قسمت کار رو نگاه میکنم، میبینم این تیکه کار من شریانی رو ندارم، این قسمت هم یک شاخه میگیرم و مستقیم از قوس عروقی سطحی میندازمش قسمت داخل انگشت کوچیک رو هم تغذیه میکنم. و اما ما الان این شاخه ها رو که داریم نگاه میکنیم، نگاه کنید سطح پالمار ما شاخه های انگشتی داریم و سطح دورسال هم شاخه های انگشتی رو داریم. این شاخه های انگشتی از همین کنار دورسال ها با پالمار ها شاخه های آناستوموزی رد و بدل میکنن با هم دیگه، یعنی هم دیگه رو چیکار میکنن؟ تقویت میکنن. حالا بیام دوباره سراغ این قوس ها، میبینم که از این قوس ها یه سری شاخه های جدا میشه به نام شاخه های پرفوریتینگ یا شاخه های سوراخ کننده. سوراخ کننده ها رو میبینم، میبینم که از قوس عروقی سطحی 1، 2، و 3 شاخه سوراخ کننده خارج میشه. میام قوس عروقی عمقی رو میبینم، میبینم از این هم 3 شاخه پرفوریتینگ یا شاخه سوراخ کننده خارج میشه. سوراخ کننده اسمش رو خودشه، یعنی باید از این ور سوراخ کنه اون ور دست در بیاد. خب من اینو این ور دست در میارم، میگم پرفوریتینگ ها رو اگه درش بیارم میاد وصل میشه به این شاخه های دورسال متاکارپالی که دارم میبینم، قسمت پروگزیمال و دیستال همین شاخه های دورسال متاکارپال این شاخه های پرفوریتینگ میره و بهش وصل میشه.
در سمت جلو ما دو تا شاخه داشتیم به نام شاخه های پالمار کارپال و اینجا میبینم که این دو تا پالمار کارپال ها هم میان دست هم رو میگیرن و اینجا یک آناستوموز عروقی تشکیل میدن، یه قوس تشکیل دادن به نام قوس پالمار کارپال. و اما این قوس پالمار کارپال رو که نگاه میکنم میبینم فقط این دوتا شاخه نیستش که واردش میشه. میام اینجا قوس عروقی عمقی رو میبینم، میبینم از این هم یک شاخه داره بر میگرده که بره داخلش. این شاخه رو بهش میگم شاخه ریکارنت. ریکارنت شاخه هست که از قوس عروقی عمقی جدا شد. یه شاخه دیگه هم باید بهش بدم، ولی قبل از اینکه اون شاخه رو بدم اولین اسلاید رو نگاه کنید. تو این اسلاید ما داریم چه چیزی رو میبینیم؟ ما داریم شریان بین استخوانی قدامی رو میبینیم. شریان بین استخوانی قدامی میاد از قسمت انتهایی قشای اینتر اوسئوس اینجا رو سوراخ میکنه، میره پوستریور ساید و با شریان بین استخوانی خلفی آناستوموز میشه. کاری بهش ندارم، ولی در همین قسمت قبل از اینکه این سوراخ کنه و بره پشت قرار بگیره قشای اینتر اوسئوس رو، اینجا ازش یه شاخه جدا میکنم، این شکلی میندازمش به سمت پایین. من میام این شاخه رو اینجا طراحی میکنم، میگم یک شاخه هم از بالا داره میادش پایین، شاخه ای هست که جدا شده از انتریور اینتر اوسئوس آرتری و بدین ترتیب اینجا قوس پالمار کارپال کامل میشه. قوس پالمار کارپال رو همونطور که داریم میبینیم 4 تا شاخه شریانی در داخلش نقش دارن.